بخش بند یکم نمیدانست کجاست شاید در وزارت عشق بود اما راهی برای حصول اطمینان وجود نداشت در سلولی رفیع سخف و بی پنجره بود که کاشی دیوارهایش به سفیدی الماس می و لامپ پنهان از نظر انباشته از نور سردش می کردند وزوزی آرام و مدام به گوش می رسید گمان می کرد به دستگاه تهویه مربوط باشد نیمکت یا قفسه باریک دور تا دور دیوار قرار داشت به در که می رسید قطع می شد در انتهای سلول مقابل در لگنی بدون نشیمن چوبی بود و چهار تل اسکرین هم بر چهار دیوار دردیگران در شکمش پیچیده بود یعنی از وقتی که او را بخچه پیچ داخل کامیونی سربسته به اینجا آورده بودند این درد را داشت اما گرسنه هم بود گرسنگی مثل خوره به جانش افتاده بود شاید بیست و چهار برکه سی و شش ساعت بود که غذا نخورده بود و هنوز نمیدانست. ای بسا هم که هرگز معلومش نمیشد. صبح بود یا بعد از ظهر که دستگیرش کردند از زمان دستگیری غذایی به او نداده بودند تا حد امکان آرام روی نیمکت باریک نشسته و دستهایش را سلیب وار روی زانو نهاده بود یاد گرفته بود که آرام بنشیند اگر کسی حرکت غیر منتظری می کرد، از تلسکرین بر سرش فریاد میکشیدند. اما دیو گرسنگی هر دم را فروتر می برد. منتهای آرزویش تکه نان بود به فکرش رسید که تکنانی نانی در جیب روپوشش دارد حتی امکان داشت که تکه دندانگیری باشد چون گاه و بیگاه پایش را چیزی قلقلک میداد. عاقبت وسوسه کشف این موضوع بر ترسش غالب آمد و دست به جیب برد صدای از تل بر سرش فریاد زد که اسمیت شماره شست هفتاد اسمیت واو در سلول دست باید از جیب بیرون باشد دوباره آرام بر جای نشست و دستهایش را سلیب وار روی زانو گذاشت پیش از آوردن به اینجا به جای دیگری برده بودندش لابد زندان معمولی یا بازداشتگاه موقت پلیس های گشتی بوده نمیدانست چقدر آنجا بوده شاید چند ساعتی بدون ساعت و بدون روشنایی روز اندازه گیری زمان سخت بود جای شلوغ و بدبو بود او را در سلولی شبیه سلول کنونی انداخته بودند با این تفاوت که مظهر پلشتی بود و همیشه همان باشته از ده پانزده نفر اکثریت با بزهکاران عادی بود و تنی چند زندانی سیاسی در میانشان پشت به دیوار در میان فشار بدنهای کثیف ساکت نشسته بود بر اثر ترس و درد شکم توجهی به اطراف نکرده بود اما تفاوت حیرت آور رفتار زندانیان حزب و دیگران از نظرش پنهان نمانده بود. زندانیان حزب ساکت و وحشت زده بودند اما به عادی انگار برای کسی تره خورد نمی کردند. فوش های آب نکشیده نصار نگهبانان می کردند. هنگام ضبط متعلقاتشان به آنها در می افتادند. کلمات رکیک بر کف سلول می نوشتند. قضای قاچاقی از سوراخ به های لباسشان بیرون می آوردند و می خوردند. هر وقتم که ترسکرین در صدد برقراری نظم برمی‌آمد، صدای آن را در میان فریاد خفه می‌کردند. از سوی دیگر، بعضی از آنان گویا با نگهبانان حسابی تا کرده با اسم کوچک صدایشان می‌کردند و با کلمات خرنگان در صدد گرفتن سیگار از آنان برمی‌آمدند. نگهبانان نیز با بزهکاران عادی به مدارا رفتار می‌کردند، حتی وقتی مجبور به اعمال خشونت بودند. از اردوگاه کار اجباری و فرستاده شدن بیشتر زندانیان به آنجا صحبت زیادی به میان می آمد. وینستون دستگیرش شد که در صورت داشتن پارتی و بلد بودن راه و چاه در اردوگاه ها چندان هم بد نمی گذشت. رشوه خاری و پارتی بازی و کلاشی وجود داشت. قلامبارگی و فاحشگی هم. عرق سیب زمینی قاچاق نیز هم. تنها به زهکاران عادی مورد اعتماد بودند به ویژه و باشان و آدم که نوعی طبقی اشرافی پدید آورده بودند جمله کارهای کثیف را زندانیان سیاسی انجام می دادند. زندانیانی از هر قماش پیوسته در آمد و شد بودند از قاچاقچی مواد و مخدر و دوست گرفته تا راهزن و محتکر و الکلی و روسپی بعضی از الکلی ها چنان خشن بودند که دیگر زندانیان برای خفه کردن آنان با هم تبانی می کردند. زن قول پیکر تقریبا شهست ساله ای را؟ که پستانش چون مشک بود و تر موی سفیدش به وقت کشمکش باز شده بود لگت زنان و فریادکشان چهار نگهبان به درون آوردند پوتینش را از پای او بیرون کشیدند و او را روی دامن وینستون انداختند کم مانده بود استخان ران وینستون بشکند زن خودش را راست و ریز کرد و تو ماری از فوش های آب نکشیده نسارشان کرد آنگاه همین که متوجه شد جایش نامیزان است خود را از روی زانوان وینستون بر روی نیمکت سرانید و گفت نازی جون میبخشی اون کسافت ها منو رو روی تو انداختن نمیفهمن با یه خانم چجوری تا کنن مکسی کرد دستی به سینهش کشید و آروغ زد گفت میبخشی حال خودم رو نمیفهمم به جلو خم شده استفراغ مبسوطی کرد با چشمان بسته به عقب تکیه داد و گفت حالا بهتر شد حرف من اینه که نباس تو نگهش داشت تا وقتی رو دل آدمه باز ریختش بیرون حالش را باز یافت برگشت و نگاه دیگری به وینستون انداخت و انگار در دم با او احساس و الفت کرد بازوی تنومندش را دور گردن او انداخت و در همان حال که بوی آبجو و استفراغ به صورت او ول میداد او را به سوی خود کشید نازی جون اسم چیه؟ اسمیت اسمیت عجیبه اسم منم اسمیته و با احساس به گفت افزود شاید مادرت باشه وینستون با خود گفت بعید هم نیست که مادرم باشد به سن و سال کلش میخورد و احتمال داشت که آدمها پس از 20 سال در اردوگاه کار اجباری تا حدودی تغییر پیدا کنند. کسی دیگر با او حرف نزده بود. به زهکاران عادی زندانیان حزب را نادیده می گرفتند. با نوعی تغییر به آنان سیاسی می گفتند. چون این می نمود که زندانیان حزب از دم خور شدن با دیگران و با یک دیگر بیم دارند. تنها یک بار آن هم وقتی که دو زن عضو حزب روی نیمکت به هم فشرده شدند در میان قیل و قال کلام زمزمه شده ای چند به گوشش خورد. به ویژه اشاره به چیزی به نام اتاق صد که از آن سر در نیاورد. چه بسا دو سه ساعت پیش بود که به اینجا یشاورده آورده بودند. درد گران شکمش از بین نرفته بود. گاهی بهتر و گاهی بدتر می و به همان نسبت هم در افکارش انبساط یا انقباز حاصل می شد. بدتر که میشد تنها به درد می و به آرزویش برای قضا. بهتر که میشد وحشت بر جانش مستولی می گشت. لحظاتی بلاهایی را که بر سرش میآمد با چنان عینیتی پیش بینی می کرد که انان دل از دست میداد و نفسش بند میآمد. آمد. ضربات خرد کننده ی تعلیمی را بر بازوانش و, و پوتین های پاشناهنین را بر ساق پاهایش حس می کرد. خودش را میدید که بر کف سلول به خود پیچیده و از میان دندانهای شکسته فریاد استقاسه سر است. به فکر جولیا نبود. نمی توانست ششدانگ حواسش را به او بدهد. او را دوست می داشت و لاش نمی داد. اما این واقعیتی بیش نبود که مانند قوانین ریاضیان را می دانست. برای او احساس عشقی نمی کرد. در این فکر هم نبود که چه بر سرش آمده است. با کورسو یا امیدی بیشتر به ابراین می اندیشید. ابراین چه بسا می دانست که دستگیرش کرده. گفته بود که انجمن اخوت در صدد نجات اعضا بر نمی آمد. اما اگر می توانستند تیغ ریش تراشی را که می فرستادند. شاید هم پنج ثانیه قبل از آن که نگهبانان سر برسند. تیغ با سوزشی سرد در رگ و پی او می نشست و حتی انگشتانی که آن را گرفته بود تا استخوان می بارید. همه چیز به بدن رنجورش که از کوچکترین درد لرز لرزان در هم فشرده میشد بازگشت. با دست دادن فرصت هم یقین نداشت که از تیغ استفاده کند. لحظه به لحظه زیستن و پذیرفتن ده دقیقه دیگر عمر طبیعی تر بود. حتی اگر آدم یقین میکرد که در پایان شکنجه در کار می آید. گاهی در صدد برمی آمد که تعداد کاشی های دیوار را به شمارد. کار ساده ای بود. اما همیشه در جایی حساب از دستش در می رفت. بیشتر اوقات نمیدانست کجاست و چه ساعتی از روز است. یک لحظه احساس اطمینان می کرد که روز روشن است و لحظه دیگر شب تار از روی غریزه می دانست که در این مکان چراغ هیچ وقت خاموش نمی شوند. تاریکی را در آن راه نبود حالا متوجه می شد که چرا برای نشاره او را دریافت است در وزارت عشق پنجره نبود سلول او شاید در دل ساختمان بود یا روبروی دیوار بیرونی شاید هم ده طبقه زیر زمین یا سی طبقه بالای زمین از راه ذهن خود را از جایی به جایی دیگر سیر میداد و بر آن میشد با احساس بدنش مشخص کند که در بالا قرار گرفته یا زیر زمین مدفون شده است صدای پوتین از بیرون آمد در فولادین با سر و صدا باز شد افسری جوان و سیاه جامعه با اندامی تراشیده که تمام ای کلش انگار از چرم سیقل خورده برق میزد و چهره رنگ پریده و بیچین و چروک او به صورت مومی که مومی شباهت داشت فرزا چالاک از در درآمد به نگهبانان اشاره کرد که زندانی را بیاورند امپلفورت شاعر تلو تلو خوران وارد سلول شد در از نو بسته شد امپلفورد یکی دو حرکت تردیدآمیزی کرد گویی این انگار را داشت که در دیگری برای بیرون رفتن وجود دارد و آنگاه شروع کرد به بالا و پایین رفتن از سلول هنوز متوجه حضور وینستون نشده بود چشمان رنجورش را یک متر بالاتر از سر وینستون به دیوار دوخته بود کفشی به پا نداشت انگشتان بزرگ و کثیفش از سوراخ جورا بیرون زده بود چند روزی هم میشد که صورتش تیغ ندیده بود ریشی زبر چهره را تا گونه فرا گرفته بود و هیئت لات منشانه‌ای به او میداد که با هیکل بزرگ و ناتوان و حرکات عصبی او همخوان نبود وینستون خود را اندکی از رخوت بیرون آورد باید با امپلفورد حرف میزد و نعره تلسکرین را به جان می خرید. چه بسا که امپلفورد حامل تیغ بوده باشد. امپلفورد نره از تلسکرین بر نخواست امپرفورد که اندکی یکی خورده بود بر جایی ایستاد چشمانش آهسته آهسته بر روی وینستون دوخته شد آه اسمیت تو هم تو رو به چه جرمی اینجا آوردند با شلختگی روی نیمکت رو به روی وینستون نشست و گفت راستش را بخواهی یک جرم بیشتر وجود ندارد غیر از این است و تو مرتکب آن شده ای؟ ظاهرا بله دست به پیشانی نهاد و لحظه شقیقه هایش را فشرد گویی میخواست چیزی را به یاد بیاورد با لحنا میخته به حیرت در آمد که؟ این چیزها پیش می‌آید. توانستم یک مورد را به یاد بیاورم بدون شک از احتیاط به دور بود در کار تولید چاپ نهایی اشعار کیپلینگ بودیم گذاشتم که واژه خدا در آخر یک مصر را باقی بماند و در همان حال که سر بالا میکرد کرد تا به وینستون نگاه کند از روی خشم به گفت افزود کار دیگری نمی توانستم بکنم تغییر دادن مصر را محال بود هم قافیه با عصا بود میدانی که عصا در کل زبان بیش از دوازده هم قافیه ندارد چند روز به مغزم فشار آوردم و آخرش قافیه دیگری پیدا نکردم. حالت چهرش تغییر یافت. تشویش آن زایل شد و لحظه خوشنود نمود. پرتوی از خرد؟ لذتی حاصل از واقعیت بی مصرفی که آدمی فاضل معاب کشف کرده است از درون موی یک و زبر او بیرون تراوید. به ذهنت رسیده است که کل تاریخ شعر انگلیسی را این واقعیت رقم زده که زبان انگلیسی فاقد قافی است نه این اندیشه خاص هرگز به ذهن وینستون نرسیده بود در موقعیتی چنین هم به نظرش مهم و جالب نیامد گفت میدانی که چه ساعتی از روز است امپلفورد از نوع کی خورد و گفت فکرش را نکرده بودم می شود گفت دو یا شاید سه روز پیش دستگیرم کردند چشمانش را به اطراف کردند گویا نیمچه امیدی به یافتن پنجره داشت در این مکان شب با روز تفاوت ندارد نمیفهمم که آدم چطور می تواند حساب زمان را داشته باشد چند دقیقه از این در آن در سخن گفتند سپس بدون دلیلی آشکار تلسکرین بر سر آنان داد زد و فرمان سکوت داد وینستون دستهایش را روی هم انداخت و ساکت بر جای نشست امپلفورد که با آن هیکل گنده نمی توانست به راحتی روی نیمکت باریک بنشیند مرتب وول می خورد و دستهای بی را دور این یا آن زانو گره می کرد تلسکرین هم با او 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 را به آرام گرفتن می خوند. زمان می گذشت بیس دقیقه یک ساعت داوری دشوار بود بار دیگر از بیرون صدای پوتین آمد اندرونه وینستون در هم فشرده شد به زودی زود شاید تا پنج دقیقه دیگر شاید همین الان برخواستن صدای پوتین به معنای آن بود که نوبت او فرا رسیده است در باز شد افسر جوان و خون سر چهره قدم به درون سلول نهاد. با اشاره کوتاه دست همپلفورد را نشان داد و گفت اتاق 101 امپلفورد با دست و پا چلفتی در میان نگهبانان بیرون رفت طرح سیمایش سخت تشویش آلود اما ناخوانده بود زمانی گویا بسته راز گذشت درد شکم وینستون اود کرده بود ذهنش عین توپی که دوباره و دوباره درون تور معینی میافتد گرداگرد مسیری مشخص میچرخید تنها به شش چیز میاندیشید درد شکمش تکی نان خون و فریاد اوبراین جولیا تیق بار دیگر اندرونش در هم فشرده شد صدای پوتین سنگین نزدیک می شد در که باز شد موجی از بوی تند عرق سرد به درون آورد پارسونز وارد سلول شد شرط خاکی رنگ و پیراهن اسپورت به تن داشت وینستون این بار چنان یک کی خورد که دچار فراموشی شد و گفت تو کجا اینجا کجا؟ پارسانز نگاهی به وینستون انداخت که نشانی از علاقه شگفتی در آن نبود. استی سال از آن میبارید. با حالتی تشن نجالود به بالا و پایین رفتن پرداخت. پیدا بود که نمیتواند آرام بگیرد. هر بار که زانوان خپلش را راست میکرد آشکارا میرزیدند. چهار چشمی به جایی زده بود. انگار نمیتوانست دیده از چیزی بردارد. وینستون گفت تو رو به چه جرمی اینجا آوردند؟ پارسونز تا حدودی هق, هق کنان جواب داد جرم اندیشه در لحن صدایش هم اقرار کامل به گناه نهفته بود و هم نوعی حراس باور نکردنی از اطلاق چنان کلمه بر خودش روبروی وینستون ایستاد و دست به دامنش شد تو که فکر نمی کنی منو تیرباران کنن مگر نرفی آدم رو به خاطر کاری که نکرده تیرباران نمی کنن. مگر فکر که کارش نمی شود کرد میدانم که دادگاه منصفانه ای تشکیل میدن آره از این بابت به اونا اعتماد دارم از پرونده ای من با خبرن مگر نه تو میدانی که چه بچه خوبی بودم کله دار که نه ولی زیرک تمام سعی خودم رو برای حزب کردم فکر نمی کنی که بیشتر از پنج سال برام ببرن یا حتی ده سال آدمی مثل من میتونه در اردوگاه کار مفید واقع بشه به خاطر یک بار حرکت از طرف چپ جاده که دیربارانم نمی کنن. وینستون گفت مقصری پارسونز با انداختن نگاهی دزدانه به تلسکرین فریاد زد معلومه که مقصرم به نظرت حزب آدم بیگناه را دستگیر می کند؟ چهره قورباغه سانش آرام تر شد و تا حدودی هم حالت مقدس معابانه به خود گرفت. با لحنی اندرز گویانه گفت جرم اندیشه وحشتناک است. موزی و آبزیر است هست بدون آنکه خبر داشته باشی به جانت می افتد می دانی چه جوری چجوری به جان من افتاد؟ در خواب آره واقعیت را می گویم. مرا بگو که کار میکردم و می کوشیدم را انجام دهم و نمیدانستم فکر بدی در سر دارم بعدش هنگام خواب شروع کردم به حرف زدن میدانی چه چیزهایی از زبان من شنیدند؟ صدایش را پایین آورد مثل آدمی که به دلایل صحی ناگزیر از به زبان آوردن گفتاری خلاف فت باشد مرگ بر ناظر کبیر آره اینو گفتم از قرار معلوم چندین بار آن را گفته بودم بین خودمان بماند خوشحالم که پیش از آنکه گند قضیه بیشتر بالا بیاید دستگیرم کردند میدانی که در محضر دادگاه چه میخواهم بگویم میخواهم بگویم متشکرم از شما به خاطر نجات دادن من پیش از آنکه خیلی دیر شود متشکرم وینستون گفت چه کسی تو را گیرند پرسانز با غروری حزنالود گفت دختر کوچولویم از سوراخ کلید گوش میداده حرفای مرا میشنود و روز بعد کف دست پلیس گشتی میگذارد برای بچه هفت ساله واقعا زیرکانه است <applause> کینه از او به دل ندارم راستش به وجود او افتخار میکنم نشان میده که در تربیتش کوتاهی نکردم چند بار دیگر با حالتی تشند و جالود بالا و پایین رفت و نگاه های ممتدی به لگن مستراح انداخت و ناگهان شرط خود را پایین کشید و گفت رفیق جان می بخشی. دست خودم نیست اثر انتظار است کون و کفل گندش را داخل لگن گذاشت وینستون چهرهش را با دو دست پوشانید صدا از تلسکرین نعرزد که اسمیت شماره شست هفتاد و اسمیت واو چهره را نپوشان در سلول ها چهره را نباید پوشاند وینستون دست از روی چهرهش برداشت پارسونز با نفیر فراوان شکم خود را خالی کرد سپس کاشف به عمل آمد که سیفون خراب است و تا ساعت ها بوی تعفن در سلول پیچید پارسونز را بردند زندانیان بیشتری می آمدند و میرفتند آن هم اسرارآمیز. قرآی فال اتاق 101 را به نام زنی زدند و وینستون متوجه شد که به شنیدن این کلمات لرزه بر اندام زن افتاد و رنگش برگشت. زمانی رسید که اگر صبحهنگام به این جایش آورده بودند، بعد از ظهر شده بود. اگر هم که بعد از ظهر پس حالا نیمه شب بود. زندانیان زن و مرد شش نفر بودند. همه مثل موش ساکت نشسته بودند. روبروی وینستون آدم بیچانه و دندان درازی نشسته بود عین او جانوری بزرگ و بیازار از تیره جوندگان گونه های فربه و لایه او به پایین که می رسید تشکیل کیسه ای می داد و باور نکردن به اینکه که در آنجا ذخیره کرده است دشوار بود. چشمان کمرنگ و خاکستریش با حالتی جبون از چهره ای به چهره ای می و چون با نگاهی تلاقی می کرد در دم دور می شد. در باز شد و زندانی دیگری به درون آمد که قیافش لرزه ای گذرا به جان وینستون انداخت. قیافه ای معمولی و واخورده داشت. چه بسا که مهندس یا تکنسیان بود. اما رنجوری چهرهش لرزه بر جان آدم می انداخت. به چهره مرده شباهت داشت. به سبب ریز نخشی آن دهان و چشم بی و با بزرگ می نمود. و چشم ها انگار کینه ای مرگ بارو علاج نسبت به شخصی یا چیزی داشتند. به فاصله کمی از وینستون روی نیمکت نشست. وینستون نگاه دوباره به او نینداخت. اما آن چهره شکنجه دیده و مردسان نقشی چنان آشکار در ذهنش گذاشت که گویا در برابر چشم او قرار دارد. ناگهان متوجه ماجرا شد. آن مرد از گرسنگی هلاک میشد. گویا همین فکر به ذهن دیگر زندانیان خطور کرده بود. جنب جوشی خفیف به پا شد. چشمان مرد بیچانه بی, بی بر روی چهره مردسان آن مرد می سارید. سپس با حالتی گناهبار کنده می شد و دوباره بر می گشت. در حال به وول خوردن پرداخت. عاقبت از جا برخاست. با حالتی اردکوار به راه افتاد. دست به جیب رو پوشش برد و شرمناک تکه این نان تیر جلوی او گرفت. قرشی خشمالود و گوش خراش از تلسکرین بر شد. مرد بیچانه از جا پرید. مرد مردار چهره در دم دستهایش را به پشت انداخته بود گویی به جهانیان نشان میداد که از پذیرفتن هدیه سر باز زده است صدا قرید که بامستید شماره بیست و هفت بامستید جی آن تکنان را بیانداز مرد بیچانه تکنان را به زمین انداخت صدا گفت همانجا که هستی باش رو به در و تکان نخور مرد بیچانه اطاعت کرد گونه های بزرگ و لاگ لاگش بی اختیار می لرزید. در باز شد افسر جوان که وارد شد و کناری ایستاد نگهبان کوتاه و چهار شانهی ای با بازو و شانه ستابر از پشت سر او ظاهر شد مقابل مرد بیچانه ایستاد و سپس با اشاری از افسر جوان با تمام قدرت ضربه محکم به دهان مرد بیچانه فرود آورد مرد بیچانه از جا کنده شد و پخش زمین شد لحظه انگار برق زده شده بود خون غلیزی از دهان و بینیش فوران میزد ناله خفیف گویا ناخداگاهان سر داد سپس غلطی زد و با دست و زانو بدن نامتعادل خود را بلند کرد در میان جوبار خون و بزاق دهان دو ردیف دندان مصنوعی از دهانش بیرون افتاد زندانیان با دستهایی صلیوار بر روی زانو مثل موش ساکت بر جای ماندند مرد بیچانه سر جای خود بازگشت. یک طرف چهرش سیاه میشد. دهانش ورم کرده و به صورت تودهی بیشکل و آلبالوی رنگ درآمده بود. با حفره سیاهی در وسط آن. گاه و بیگاه قطره خون به بالا تنه رو پوشش می چکید. چشمان خاکستریش گناه آلود تر از پیش همچنان از چهرهی به چهرهی می سارید. گویی در صدد کشف این امر بود که دیگران او را به خاطر تن دادن به ذلت تا چه اندازه خار می در باز شد. افسر جوان به مرد مردار چهره اشاره کرد و گفت اتاق صد یک پهلوی وینستان صدای نفس نفس به پا شد. واقع این که مردک خود را با زانو به زمین انداخته دستهایش را به هم قفل کرده بود و فریاد می زد. رفیق جناب افسر لزومی ندارد که مرا به آنجا ببرید مگر همه چیز را نگفتم مگر چیزی از قلم افتاده چیزی نیست که از اقرار به آن فرو گزاری کنم فقط بفرمایید که چیست تا بلا فاصله به آن اعتراف کنم آن را بنویسی تا امضا کنم هر چیز اما اتاق صد و یک نه افسر گفت اتاق صد یک بر چهره مرد که بسیار رنگ پریده بود رنگی نشست که وینستون باور نمی کرد بیشک و شبه رنگ سبز بود فریاد برآورد که هرچه می خواهید با من بکنید هفته هاست که مرا در گرسنگی نگه داشته اید دیگر تمامش کنید و بگذارید بمیرم تیربارانم کنید حلقاویزم کنید بیست و پنج سال زندان برایم ببرید کس دیگری هم مانده که میخواهید لش بدهم؟ فقط لب تر کنید. همه چیز را به شما میگویم. اهمیت نمیدهم که کیست یا چه بلایی بر سرش میآورید. من زن و سه فرزند دارم. بچه بزرگم هنوز شش سالش نشده است. اختیار دارید که پیش چشمانم سر و آنها را ببرید. میستم و تماشا میکنم ولی اتاق صد و یک نه. افسر گفت اتاق 101 مرد با وحشت به دیگر زندانیان نگاهی انداخت گویا میخواست قربانی دیگری را به جای خیش غالب کند چشمانش بر چهره مرد بیچانه لنگر انداخت بازوی استخانیش را دراز کرد و فریاد برآورد. این از آن کسی که باید ببرید نه مرا نشنیدید که پس از خوردن ضربه چه گفت مجالم بدهید تا کلمه به کلمه گفتارش را بازگو کنم اوست که مخالف حزب است نه من نگهبانان پا پیش نهادند صدای مرد تا سرحد جیغ بالا رفته بود تکرار کرد که نشنیدید چه گفت اشکالی در کارت رزگری نیجاد شد طرف شما اوست او را ببرید نه مرا دو نگهبان تنومند خم شده بودند بازوی او را بگیرند اما در همان لحظه خود را به کف سلول انداخت و یکی از پایه های آهنین نیمکت را چنگ زد مثل حیوانی زوزه میکشید نگهبانان او را می کشیدند اما با نیرویی شگفت به پای چسبیده بود و آن را رها نمی کرد شاید سی ثانیه او را کشیدند زندانیان با دستهایی بر روی زانو و چشمانی دوخته به جلو ساکت نشسته بودند صدای زوز قطع شد فقط آنقدر نفس داشت که خود را به پایه بیاویزد سپس فریادی برخواست که با زوز کشیدن توفیر داشت ضربه پوتین نگهبانی انگشت های دست او را شکسته بود روی پا بلندش کردند افسر گفت اتاق صد یک او را که افتان و خیزان راه می رفت با سری آویخته و دستی شکسته و بیجان بیرون برد زمانی دراز گذشت. در صورتی که مرد مردار چهره را نیمه شب بیرون برده بودند، حالا صبح بود و اگر صبح که حالا بعد از ظهر بود. وینستون تنها بود. ساعتها بود که تنها مانده بود. درد نشستن بر روی نیمکت باریک چنان بود که اغلب بلند می شد و بدون اجازه تلسکرین قدم می زد. تکنانی که مرد بیچانه بر زمین انداخته بود جابجا جا نشده بود. ابتدا تلاشی سخت لازم بود که به آن نگاه نکند اما حالیا گرسنگی جای خود را به تشنگی داد دهانش چسب و مزه بود صدای وزوز وز کن و نور سفید و یک دست نوعی ضعف و احساس خلع در سرش ایجاد می کرد. از جا بلند می چون در داستخانهایش دیگر از تحمل گذشته بود و در دمینش نشست چون آنقدر گیج بود که مطمئن نبود به سر پا بیزدن. هر زمان که حسهای جسمانیش رو اندکی در اختیار داشت وحشت باز میگشت گاهی با کورسوی امیدی به ابراین و تیغ میاندیشید اگر غذایش میدادند میشد تصور کرد که تیغ لای غذا پنهان باشد نقش تیروی جولیا هم به پهنی ذهنش میامد جایی عذاب میکشید شاید بدتر از خود او چه بسا که در همین لحظه از درد فریاد میکشید با خود گفت اگر میتوانستم عذاب جولیا را به جان بخرم و نجاتش دهم این کار را می کردم؟ آره اما این تنها یک تصمیم اقلانی بود و این تصمیم را به لحاظ وظیفه اتخاذ می کرد آن را احساس نمیکرد. در این مکان نمی توانست چیزی را احساس کند جز درد را و پیش آگاهی درد را وانگهی هنگامی که متحمل درد می آیا امکان داشت که به هر دلیلی آرزوی مضاعف شدن آن را بکند؟ اما این سال هنوز بلا جواب بود. صدای پوتین دوباره نزدیک می شد. در باز شد. اوبراین آمد تو. وینستون بر روی پا جست زد. حیرت از این منظره هر گونه احتیاط را از وجود او بیرون ریخته بود. پس از آن همه سال اولین بار حضور تلسکرین را از یاد برد و فریاد زد. تو را هم گرفتند؟ اوبراین آرام و تأصف بار به تنز درآمد که خیلی وقت پیش مرا گرفتند. به کناری رفت. از پشت سر او نگهبان سینه تبری با تعلیمی بلند و سیاه در دست ظاهر شد. اوبراین گفت وینستون از آن خبر داری. خودت را گول نزن. بی خبر نبودی. همیشه از آن با خبر بوده اکنون در میافت که همواره از آن با خبر بوده است. اما وقتی برای فکر کردن به آن وجود نداشت. همه تن نگاه شده بود و به تعلیمی دست نگهبان نگاه می کرد. چه بسا که به هر جا فرود بیاید. به سر، به گوش، به بازو، به آرنج. به آرنج فرود آمد. با حالتی فلج شده روی زانو افتاده و آرنج آسیب دیده اش را با دست گرفته بود. همه چیز درون نوری زرد منفجر شده بود. نمیشد تصور کرد که یک ضربه سبب چنان دردی بشود نور زرد از جلوی چشمانش محو شد و آن دو را دید که نگاهش میکنند نگهبان از تماشای به خود پیچیدنهای او میخندید بر تقدیر جواب یک سال داده شده بود هیچگاه به هیچ دلیلی آرزو نمیکرد که درد مزاقف شود از برای درد جز یک آرزو نمیشد کرد و آن اینکه قطع شود در دنیا چیزی بدتر از درد جسمانی نبود همچنان که روی زمین بر خود میپیچید و بیهوده به بازوی از کار افتاده اش چنگ زده بود مدام با خود میگفت در برابر درد قهرمان بی قهرمان